به نام خدا. ماجراهای کلیله و دمنه، قسمت اول. یکی بود یکی نبود. توی یه جنگل زیبا، هنگام غروب آفتاب، وقتی که نور مهتاب سایه روشن زیبایی از برگ سبز درختان به وجود می آورد، دو حیوان خسته به جنگل قصه ما می رسند. این دو شغال هستند به نامهای کلیله و دمنه. بازم این دمنه شروع کرد به گرگر کردن. چه خبره که دنیا رو روی سرت گذاشتی؟ یواشتر همه رو بیدار کردی. گفتی همه، ولی اینجا که کسی نیست. آخه عزیز من، یعنی تو این جنگل به این بزرگی، دشت به این سرسبزی، میشه هیچکی زندگی نکنه؟ ای با راست میگی یا به به، چه آب و هوایی، چه دشت، چه جنگل. جون میده واسه این که یه کلبه چوبی بسازیم و همینجا مونده گار بشیم. به شرط این که بعضیا بذارن. مثلا کیا بذارن؟ تو عزیز من، تو؟ ابا شوخی گرفته، من که از خدام. دو روز پیشم وقتی پامون رسید به اون مزرعه سبز، درست همین حرفو زدی. اما به 10 روز نکشیده همچین تو کار اون بیچارا فضولی کردی و همه چی رو به هم ریختی که مجبور شدیم سرمونو بندازیم پایین و از جای به اون خوبی بیام بیرون. چیکار کنم کلیله عزیز؟ دست خودم نیست. وقتی میبینم اون الاغ مهربون تو مزرعه واسه خودش قدم میزنه، وقتی اون کبوتر سفید تو شاخه درخت راحت نشسته و به جوجه‌هاش دم میده، وقتی میبینم اون خرگوش با 4 تا هویج خودشو سرگرم کرده و یه قلدقل بازی میکنه، خب یه جوری میشه. اون وقت دلت میخواد همه چی رو به هم بزنی، میمون و پشت زرافه سوار کنی، روباه و به جون خرگوش بندازی و سگ و گرگ هم با هم سرشاخ بکنی. کلیله عزیز، گفتم که به جون خودم نه به جون تو باشه، دست خودم نیست. خوبه، نمیخواد از جون من مایه بذاری. تو فضول به دنیا اومدی، این فضولیت هم بالاخره یه روزی کار دستمون میده. چشم، دیگه قول میدم که اینجا یه شغال آروم و بی سر و صدا باشم و هر چی تو بگی گوش کنم. یه قدم با معجلیم خودم درازتر نمی کنم. خب ببینیم و تعریف کنیم جناب دمنه. میگم اون بالا رو میبینی؟ کدوم بالا رو میگی؟ اونجا رو، اون شاخه رو میبینی؟ خب چیه؟ چیزی نیست، ولی اگه بتونی کمک کنیم بریم اون بالا، یه شام خوب درست میکنیم. شام؟ اونجا لونه یه کلاخیای خبرچینه که توش دو تا دونه تخم قشنگم هست. تو چوب جمع کنی، آتیش روشن کنی، من اون دو تا تخم کلاغا میارم پایین، یه نیم روی خوشمزه میخوریم و همینجا زیر سایه این درخت پیر میخوابیم تا ببینی فردا مهمونه کی میشی. به به، بذار یه سر از قولی که دادی بگذره، بعد فضولیاتو شروع کن. اولا توی اون لونه دیگه کلاغ زندگی نمی کنی. دوما نباید به مال کسی دست درازی کرد. سوما یعنی امشب همینجوری گرسنه بخوابی و خواب مرغ و خروس و انگور ببینی؟ من میگم بخوابی، مگه تو خسته نیستی؟ خسته که هستم، ولی شکمم قرقر میکنه. هوس بی هوس. باشه خودت یه جایی مرتب کن، بگی بخواب. من که رفتم بگیرم بخوابم. آخی منم آخی کلیله جو. دیگه چیه؟ خوابی یا بیدار؟ اگه پرحرفی نکنی و بذاری دلم میخواد بخوابم. میگم که میگی چی؟ هیچ، میترسم بگم گشنم منو دعوا کنی. چیه؟ چرا با اون شکم گرسنت میخندی؟ باشی تو چطور میتونی بخندی؟ بیا فوزول، این خوشی انگور رو نگه داشته بودم که صبح بدم صبحونه بخوری. بیا الان بخوری تا فردا خدا بزرگ. زنده با کلیله عزیز، دوست دانا و مهربان خودم. دیگه میتونم بخوابم؟ حتما، خوابای خوب ببینی. شب بخیر. راشی خوابی دار، ولی بعدش یه ذره باشه مرزام کلیله نگه دارم. دوست خوب خیلی با عزیزه. بخوابم منم. کی
کلیله و دمنه از همه جا بیخبر پای درخت پیر به خواب میرن. اما در نیمه های شب وقتی که ماه زیبا میره و شب رو با خودش میبره، خورشیدم از یه روز دیگه خبر میده. یک دو سه چار بلند شد دمنه، بلند شد دیگه. چه خروجین که آقا چله ای بود؟ خواب دیدی خیلی بنا چه خود ورزش کن تنبر. یا من میشمارم تو ورزش کن. یک دو سه چار. واه واه واه، زیاد خودتو خسته نکن. حیف نیست از بدنت اینقدر کار میکشی. ببین با دوست عزیز دمنه جون چیه؟ چی شده؟ انگوراتو خوردن؟ نه، من یادم دیشب که خوابیدم درست زیر اون درخت بود. حتما نصف شب خورخور میکردم. تو هم پامو گرفتی و پرتم کردی این طرف. من؟ نه دوست عزیزم، خودت پرخوری کردی، خوابای عجیب و غریب دیدی و جا به جا شدی. شاید. خب اگه وردش و نرمش تموم شد به فکر صابونه و یه جای مناسب باشی. بلند شو برو تو اون چشمه دست و صورتتو بشور. اینقدرم به فکر خوردن نباش. تو که خواب بودی ها، من این اطراف یه دوری زدم. خوب جاییه، هرچی هم بخوای هست. فقط یه لطف بکن، کمتر سر به سر این اون بذار. شاید تونستیم یه مدت اینجا بمونیم. چشم، خود منم از این آوارگی خسته شدم. اصلا به ما چه که دیگران چی کار میکنن و چه جوری زندگی میکنن. خب دیگه چی شده ها؟ کلیله، تو خاکای زیر این درخت بیرون ریختی؟ من؟ آخه من به زمین چی کار دارم که به همش بزنم ها؟ راشش من یادمه. چی یادته؟ یادم دیشب که خوابیدم اینطوری نبود. حتما اتفاقی افتاده. شاید دیشب پرخوری کرده باشم. خودم هم نمیدونم چی شده. ای میشنوی دمنه؟ چی رو کلیله؟ وای ببین چه خبره. بگو ببینم مگه چی میبینی؟ خیلی شلوغه. چند تا از حیوانا دارم میام به این طرف. وای وای وای، چقدرم با عجله دارم میام. به به، نگفتم اینجا بهترین جاییه که تا حالا دیدیم؟ خوب نگاه کن ببین، تو دست یکشون گل نیست؟ گل؟ تو دامن یکشون انگور دیده نمیشه؟ انگور؟ چه دوستای نازنینی. تا خبر رسید که کلیله خردمند با دوست عزیز و بزرگوارش دمنه مهربان پا به این سرزمین گذاشتن، سراسیمه و با عجله هر کدوم با یه دسته گل و یه سبد انگور به استقبال ما اومدن. آفرین به این حیوانای مهربون که با گل و انگور به دیدن مهموناشون اومدن. آخه ما که راضی به این همه زحمت نبودیم. دستشون درد نکنه، چرا زحمت کشیدن؟ اما من گل انگوری نمیبینم. فکر نمی کنم برای خوش آمد به ما اومده باشن. خیلی هم عصبانی هستن. ای وای، ای داد، ای داد بداد، ای برادم برشین. وای سرم، وای کمرم، وای عضلات بدنم، همه جام درد گرفت. چه خبرت دمنه؟ بس کن، هنوز که اتفاقی نیفتاده. مگه باید منو تیکه تیکه کنن که تو باور کنی؟ حتما از مزرعه سبز اومدن دنبالمون، میخوان از من بیچاره انتقام بگیرن. بیا فرار کنیم، بیا حداقل بریم بالا این درخت. میدونم عقب من میگردن، اینا اومدن منو بزنن. مگه بی دلیلم کسی کسی رو میزنه؟ بذار نزدیک بشم ببینیم حرفشون چیه، شاید برای کار خاصی پیش ما اومدن. زود باشی دیگه کفرم در اومدن. بله درست همین جا، سیر همین درخت پیر. بنده با ترس و لرز سلام. سلام عرض میکنم شما. اما این حیوانا چه حیوانایی هستن و چرا آقا گرگ اینقدر عصبانی بود؟ اون شب چه اتفاقی افتاد؟ همه این سوالا در قسمت بعدی جواب داده میشه. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.